در اوایل تشکیلات UFC و تشکیل شدن MMA که رویس گریسی قهرمان اون بود، قانونی نداشت. بدون دستکش مشت می‌زدن به جای حساس هم. وزن درست حسابی نداشت. وزن خیلی بالا رو می‌انداختن با وزن پایین. ضربه های غیر قانونی که الان هست اون موقع قانونی بود. قانون درست حسابی اصلا نداشت که بخوام بگیم قانونی بود. چک تو صورت داورم می‌زد. حالا دلیلش رو جلوتر می‌بینیم. چند تا از اونها رو امروز می‌خوام بهتون نشون بدیم. با ما همراه باشین. سابسکرایب یادتون نره. خب این اولش دیدی؟ هینسرینگ، همونی که حریف امیرعلی اکبری بود که مبارزش رو براتون گذاشتیم، حریفش قبل از مبارزه میاد از لب ما چش میکنه، اینم قاطی میکنه، یه مش میخوابونه تو فک حریف و ناکاوتش میکنه قبل از اینکه مبارزه شروع شه. ما رو میگی؟ همه رو میگی تعجب. چرا؟ چون مبارزه تموم میشه به نفع اونی که باخته. امروز میخوایم چند تا از خفن تریناشو بگیم. گیلبرت ایول. خفن ترین ها یعنی چی؟ اینایی که قانون رعایت نمی کردن، کارهای عجیب غریب کردن. این آقا سرآمدشون. البته از این بدتر هم داریم جلوتر. اینجا دیدین با موش زد به صورت داور، یه دونه ساکر کیک هم زد به داور بعدش. کار خیلی غیر قانونی انجام داد گیلبرت ایول. این چهره. و اینجا مبارزه دیگه‌شو می‌خوایم با هم مشاهده کنیم که ببینیم چه کاری انجام میده با فایترهای مختلف. اینجا اول مبارزه با هم دست میدن، همه چی طبیعی داره پیش میره، حریفش بلند میکنه میارتش در خاک و ضربه های پیاپی رو به سر و صورت گیلبرت میزنه و خیلی هم بهتر کار میکنه. گیلبرت ببینید چقدر زیبا تک داون های عالی میگیره و بلند میکنه و میارتش در خاک. اما نکته ای که ما اینجا ندیدیم، نکته هایی که گیلبرت داره یواشکی گاز میگیره حریفش رو. اینجا هم یه ضربه به صورتش زد و یه ساکر کیک تو بدنش، بعدم جفبا توی باسرش. این کارا خطاست. مربیه اونم میاد یه دونه چک میخوابونه تو صورت داور. پاق! اصلا همه چی غیر قانونی رو با هم داره میره جلو که چرا بازی رو دیسکوالیفای نکردی به نفع حریف من. یه دونه ساکر کیک زده، گازم که گرفته، بعدم جفبا رفته تو باسن یار من، شاگرد من. نگاه کنید صحنه رو. اینجا که حریف زد که خیلی هم میگن مشکوکی و انگوش زده، یه دونه ساکر کیک میزنه جفت با میره تو باسن. این کارا ممکنه اصلا حریف رو دیسکوالیفای کنه و تموم بکنه. این یکی، اینم جای گازا. گازایی که گرفته بوده در خاک، اونا برمیگرده میگه من مانگارد داشتم، حفاظ دندون داشتم، چجوری میتونستم گاز بگیرم. یه جایی که در اومده بوده گازاشو گرفته و اینجا دستش به عنوان برنده بالا میره و معذرت خواهی هم ازش میکنه. البته اون مربی که چک زد و باید ببینیم چیکار باید بکنه. اینجا بندلی سیلوا رو میبینیم، فایتر خیلی عالی، که یه دونه ضربه به بیزه بند گیلبرت میزنه. خب حالا میریم سراغ مبارزه دیگه. دان فرای از کشور آمریکا، خیلی از ایناست که عشق آمریکاست و آمریکایی هم هست و پرچمش رو میزنه و پشتش زده ایرفورس نیرو هوایی، جلوش هم زده ضد تروریستی، همین چیزایی. حالا من یه چیز دیگه میده برای کار نداریم. اینجا باز گیلبرت رو بروش قرار گرفته، همون اول مبارزه گیلبرت رو بلند میکنه بیاره در خاک، ضربای پیاپی هم میزنه. ولی در ادامه ببینید باز گیلبرت باش چیکار میکنه. تا اینجا همه چی طبیعی داره پیش میره، اما ضربه‌ای که گیلبرت داره میزنه خیلی ریز با انگشت داره میزنه تو چشه دان فری. اینجا حتی ببینید کلینچو که میخواد رها کنه با انگشت تو چش دان فری میکنه و رها میکنه. اینجا من نگاه میدارم میگم بازی رو نگاه کنید، چش این چرا سرخ شده؟ نگاه کن. به قول اون دوستمون بود که میگفت اینا گربه ها رو گل میزنن. اینگاه گل زده، چشاش قرمز شده. چرا انگشتی گیلبرت انقدر رفته توش؟ و این کارا همه کارا خطاست، ولی این آدم خلافکاری بود که ریز ریز این کارا رو انجام میده. کسی نمیفهمید با اینکه کامل داره کتک میخوره، در زمانی هم که کتک میخورد این کارا رو انجام میداد. وقتی اون زیر بود گازای ریز میگرفت. اما دان فرای خوب باش کار کرد، خوب آوردش در خاک، خوبم ضربه بهش زد. در نهایت گیلبرت هم زانوهای خوبی بهش زد، ولی باز دیدید انگشت تو چش، باز انگشت تو چش کرد. و اینجا دیگه داور چند بار این کار تکرار شده، باز دیسکوالیفایش کرد. مگه میشه یه فایتری انقدر احمق باشه؟ دیسکوالیفای سر چه چیزایی؟ انگشت تو چش چند بار. یه بار داور رو ناک اوت کرده بود، یه بار گاز گرفته بود این کار کرد. اینجا هم انگشت.
و این دستش به عنوان پیروز بالا میره. خب معلومه حریفش وقتی کار غیر اخلاقی کرد و غیر قانونی این اتفاق میفته. با اینکه یه جایش خوب کار کرده بود گیلبرت، ولی ببین باز انگشت، همش انگشت کرده بود. و این هم داستان گیلبرت ایول که حریفای مختلفش رو اینجوری میزد و باعث شد که کلن از صفحه روزگار پاکش بکنن. انگشت قلاب کرده بود تو چشم، واقعا نمیشه که نه. اینم گیلبرت ایول. فایتر بعدی، این فایتر یکی از فایتر قدیمیه به نام باب شرایبر، عاملش خیلی سخت، باب شرایبر از کشور هلند. این هم یه چیزی تو اون مایه هست. امروز میخوایم چند تا از اینا رو بهتون نشون بدیم که کنترلشون رو از دست دادن، کارهای عجیب غریب کردن و کلن به نظرم اینا بعد از صفحه روزگار حذف بشن به عنوان فایتر. فایتش میبینیم که اینجا حریفش هم مچ پا زیرگیری میکنه ازش، به چه زیبایی میارتش در خاک، لگلاک رو میخواد انجام بده. در اول مبارزه همه چی درست داره پیش میره، وقتی که مبارزه رو داور استوب اعلام کرده یه مش میخوابونه تو صورت حریف. مبارزه رو استوب اعلام کرده بود، یه مش خوابون تو صورت حریف. و اینا سابقه دارن ها، سابقه دارن. مبارزه ادامه پیدا میکنه، حریفش باز دوباره خوب کار کرده، چقدر قشنگ اینجا شرایبر رو پرت میکنه از رینگ بیرون. این حرکت آزاده در این مبارزه، در اون مبارزه خطا بود، در اینجا آزاده. در سازمانه ژاپنی ساکر کیک و اینا رو میتونی انجام بدی، حتی میتونی کیک بزنی روی پا، میتونی ضربه بزنی روی پا رو، اینا اوکیه تو ژاپن و رایزین. قبلش اینا رو نوشتین، ولی بعضی حرکت ها غیر قانونیه. این حرکتش غیر قانونی بود. دیدی حریف تو خاکه، تموم شده، داور میگه بلند میکنه آکس کیک تو سر حریف، آکس کیک تو سر حریف. خیلی جرأت میخواد تو ژاپن این کارو بکنی ها، معلوم نیست سالم بیارنت بیرون از ورزشگاه یا نه. ولی این کارهای غیر اخلاقی باعث میشه پرنده این دیگاه کن آکس کیک تو خاک، داور بازی رو نگه داشته، حریف هم پایین، ساکر کیک هم نیست، اصلا خطاست این حرکت، آکس کیک تو سر. نفر بعدی بتر هری، پسر بد کیک باکسینگ، همه تون میشناسینش، ولی اینم کارهای بد زیاد کرده. فایتری که میتونه سالی باشه اینجا با پیتر گراهام. پیتر گراهام خیلی باش نایس بود و اوکی بود، میخواد اینجا باش دست بده، دست نمیده، روشو میکنه اونبرم، میخواست فقط دعوا را بندازه، اعصاب اینو به هم بریزه. حتی اینجا ببینیم میاد ماچ میکنه، گراهام بهش میگه نکن این کارو، مش شروع میکنه زدن، بیرون مش شروع میکنه، گراهام هم تک داونش میکنه میاره تو زمین و مبارزه شو. ببینید چه اتفاقی میفته، ببین چه جوری کارما چه کرد باش. یه رولینگ ثاندر کیک عالی بهش میزنه، فن بی‌نظیر، و تموم میکنه کار بدتری رو تا دیگه از این کارا نکنه. مبارزه بعدیش بدتری با رمی بونجاسکی. رمی بونجاسکی دیگه نهایت کیوان رو داریم ببینیم، بهترین های کیوان. اینجا هم باز مبارزشون در سرپا ادامه داشت پیدا میکرد که ببینید چه اتفاقی میفته. یه دونه فلاینگ نیومد بزنه که موفق نشد، باز دوباره در وسط رینگ. ببینید بطری چقدر رو به جلو داره کار میکنه، ضربه های هیاپی، لوکیک، آیکیک، نیه عالی، بادی پانچه عالی، بطری رو به جلو، همه چی صدشو گذاشته داره ضربه میزنه، صدشو داره ضربه میزنه، خوبم کار کرد. ولی دیدی چیکار کرد اینجا؟ حریف تو خاک پا رو بلند میکنه، با لگد میزنه تو سر حریف. بازی رو بردی، بازی رو بردی و دیسکوالیفای میشه به خاطر همین کار. دیدی پا رو بلند که زد تو سر حریف، اصلا بازی رو برده، حریف تو خاک نباید بزنه. رمی بونجاسکی رو قهرمان اعلام کردن و قهرمانش تا یاد بگیره بطری از این کارا نکنه، ولی یاد نمیگیره لامصب. که مبارزه بعدی بطری رو ببینید، باز دوباره توی فیس تو فیسی که قرار میگیرن، اوروبازیاشو همیشه در میاره بطری. و واقعا هم میتونی بگی از نظر تکنیکی عالیه بطری، خیلی خوبه، ولی خب خیلی کاره انجام داده که کنترل خودش از دست داده و اعصابش از دست داده و به ضررش تمام شده. اینم یکی دیگه از همین مبارزات. اوورهند عالی میزنه، ضربات پیاپی عالی میزنه بطری به حریفش، و اینجا باز کیک رو زد. آخه بابا مگه میشه تو چند بار این کارو میکنی؟ بردی این بازی رو، ببین حریفش رو زمینه، پاخ ساکر کیک میزنه تو صورت حریف. ای بابا تو بازی رو بردی بدتری، بعدم اینکه تو اصلا ام ام ای کار نیستی که این کارا میکنی. یکی مثلا بگیم ام ام ای کار تو بدنش افتاده، عادت کرده،
تو تو ام ام ای رفتی یه مبارزه کردی همونو باختی، گذاشتیم براتون رو بریم ببینین. بدترین اونا، کثافت ترین اونا جیمز باتلر، آدم کثافت. من بهش اصلا گفتم کثافت تا حالا تو مبارزه، ولی ببین میگم کثافت دلیل داره. نگاه کنه، بوکسور حرفه‌ای بود، خوبم بوکس میکرد. اصلا یه ایوونه که آدم بخواد احتر اسمشو نگیره. حالا بعضی وقتا خوبه که آدم نگه حیوان، چون حیوان ممکنه خیلی شرف داشته باشه. این آدم فایتر خوبی بود، چند تا فایت هم کرد، قوانین رو رعایت نمی‌کرد، ضربه های مختلف خطا میزد. اینجا یه فایتش داریم میبینیم که حریفش خوب کار کرده بود و این هم خب داشت فایت میکرد. امتیازها رو ناکنین، امتیازها خب بیشتر برای حریفشه و خودش کمتر امتیاز گرفته از این مبارزه. حریفش بهتر داره کار میکنه و با دیسیژن پیروز میشه. حریفش میاد باش دست بده که با مشت بدون دستکش میخوابونه تو فک حریف و تمام فک و دندوناشو میشکنه. فک و دندونه حریف شکست، بدون دستکش با مشت زد تو صورت حریف. نگاه کنه ماده باش دست بده، ماده بغلش کنه، انتهای نامردی دیسکوالیفای که میشه هیچ. اینجا 4 ماه زندان انداختنش، ولی به این بسنده نکرد. چرا بهش میگم کثافت حیوان؟ خاطر حیوانو میگم، باز دوباره دور از جون حیوان. این آدم ها واقعا بعد از روزگار حذف بشن. این فایتر بعد از مدتی اومد برادر یکی از گزارشگرای بوکس و آنالیزور بوکس هم بس در خونش کشت و آتیش زد، یعنی ساختمون هم آتیش زد. و بعد از چندین سال این ثابت شد. همین آقایی که داره میبینید، سیاه پوستی که داره بوکس میکنه، و به نزدیک به 30 سال زندان محکوم شد. بعد تشخیص دادن که بایپولار داره، مشکلات روانی داره، همین چهره که دارید مشاهده میکنید. واقعا بعضی وقتا تأسف میکنه آدم که میخوره، آدم که چه اتفاقات عجیبی برای اینا میفته. ولی اینم نمونه ای از بی اخلاقی و رعایت نکردن قانون و از دست دادن کنترل و اعصاب از فایترهایی که به هیچ جا نرسیدن، به هیچ جا نرسیدن. اما درخواست کرده بود اینا رو براتون بذاریم، گذاشتیم. ببخشید زر اعصاب من خورد شد، واقعا خوب بعدم میاد همچین چیزایی که میشنوام میبینم که به اسم یه فایتر بعضیا چه کارهایی میکنن. ولی قتل این دیگه خیلی عجیب غریب بود آخرش. و لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که ما هر ویدیویی گذاشتیم بتونید ببینید. دوستان ما فایت‌های مختلف رو براتون گزارش می‌کنیم، فایت‌های جدی، فایت‌های شوخی، استاد قلابی‌ها، کشتی، کشتی سومو و مستندو که خیلی طرفدار داره. اونا رو برید تو پلی‌لیست‌ها ببینید، دنیای پلی‌لیست‌ها. اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه. اگر انتقادی یا نظری یا پیشنهادی دارین یا انرژی مثبت می‌خواید بهمون بدین، لطفاً در کامنت‌ها بنویسید برامون. از این ویدیوی که اینجا گذاشتیم هم غافل نشید، برید مشاهده کنید. مرسی از این که ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.